سلام، خوش اومدید به برنامه هشتک ساعت 9:30 صبح روز شنبه. امیدوارم یه خستگی ترافیک از تنتون بیرون رفته باشه تو همین چند ساعت اول صبحی. بازیگر مشهور بالیوود به خاطر بدرفتاری یکی از بادیگارداش با یه دختر خردسال در مقابل جمعیت زیادی که اونجا بودن و به خاطر فیلم بهارات اومده بودن، به طرز عجیبی اونو مورد تنبیه قرار داد. طرفدار سلمان خان که تو توییتر بیشتر از 37 میلیون کاربر داره، با انتشار همین ویدیو هشتگ سلمان خان رو داغ کردن و نمونه توییتاشو براتون آوردم. یکی نوشته که سلمان خان قهرمانه مگه اینکه خلافش ثابت بشه که هیچ موقع هم نمیشه. یا یکی دیگه تو به زبان هندی اینا، سلمان خان به صورت بادیگاردش که اقدام به هل دادن یه دختر خردسال تو جمعیت انبوه کرده سیدی زد. سلمان خان متعلق به همه است. خیلی از فارسی زبون ها هم همین فیلم رو ریتویت کردن و فرستادن برای سلبریتی های خودمون. و هشتگ دیگه ای که داغ شد مربوط به آقای بتاییه که همین حساب کاربریشه و میبینید که پایینش کلن اسمش تغییر کرده، معلم و وزیر سابق آموزش پرورش جمهوری اسلامی ایران خودشو معرفی کرده. البته هنوز مشخص نیست که استعفانامه‌اش پذیرفته شده یا نه، اما هشتگش داغ شده. گویا بتایی وزیر آموزش پرورش استعفا کرده. از گوشه کنار هم خبر میرسه که سه وزیر دیگه دست به قلمن، منتظر بهانه برای نوشتن استعفانامه‌ن و دومینو استعفا تا خود روحانی داره پیش میره و در نهایت هم روحانی میگه من اختیار ندارم و بدرود. آبکی ترین بهانه استعفا، بخشیدن عطای وزیری به لقای نمایندگی. تازگی احساس تکلیف و وظیفه از پست وزارت آدمو سوق میده به نمایندگان مجلس. هشتگ طنز روزگار، وزیر صدرات نقد وزارت را برای وکالت نسیه رها میکند. هشتگ بتایی، هشتگ آموزش و پرورش. تا بخش خبری ساعت 10:00.